مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه ایران همچنان ادامه دارد. به دنبال مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در قم، در روزهای اخیر ده‌ها دانش آموز دیگر در بروجرد هم مسموم شده و مسئولان از احتمال افزایش موارد مسمومیت در این شهرستان خبر می‌دهند. همزمان نماینده قم خواهان ورود مجلس به ماجرای مسمومیت‌های مشکوک در مدارس شده است. گزارش از مسعود ملک در این باره. مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان از مسمومیت بیش از 50 دانش آموز در یک دبیرستان دخترانه در بروجرد خبر داد و گفت تعداد دانش آموزان مسموم شده در حال افزایش است. این در حالی است که روز سه‌شنبه دوم اسفند نیز 21 دانش آموز در بروجرد دچار مسمومیت شدند. به گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم که مسمومیت‌های مشکوک سریالی از آنجا شروع شد، 25 دانش آموز در اولین روز اسفند ماه و 11 دانش آموز دیگر در 30 بهمن در قم دچار علائم مسمومیت شده و به مراکز درمانی مراجعه کردند. 7 تن از این دانش آموزان همچنان بستری، اما به گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم حال عمومیشان خوب است. مسمومیت های مشکوک در 25 بهمن به مدارس تهران هم رسید و 30 دانش آموز یک مدرسه دخترانه در منیریه را دچار مشکلات تنفسی کرد. به گفته دانش آموزان، بوی مانند بوی اسپری فلفل یا گاز اشکاور کل ساختمان را پر کرده بود. روابط عمومی آموزش و پرورش تهران اما موضوع را ناشی از آنچه کنجکاوی کودکانه دو تن از دانش آموزان خواند عنوان کرد که در کلاس اسپری حشره‌کش زده بودند. بی‌اعتنایی مدیران و مسئولان استانی به موضوع مسمومیت‌ها و خودداریشان از تدابیری نظیر تعطیلی مدارس و انجام تحقیقات در روزها و هفته‌های اخیر به خشم و نگرانی خانواده‌ها دامن زده که خواهان مسئولیت پذیری مقام‌های مسئول و اقدام فوری برای توقف مسمومیت‌ها هستند. بنابر گزارش‌ها بعضی خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. ماجرای مسمومیت دانش آموزان مدارس در ایران پس از بارها تکذیب و کم اهمیت جلوه دادن توسط مقام‌های وزارت بهداشت و آموزش و پرورش وارد فاز تازه‌ای شده و دادستان کل کشور با طرح احتمال عمدی و مجرمانه بودن چنین اقدامی از دادستان قم خواست اهتمام بیشتری به خرج داده و موضوع را به طور قانونی پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده قم نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه خواهان ورود مجلس به موضوع مسمومیت‌ها شد و کمیسیون بهداشت و درمان با حکم رئیس جلسه مأمور رسیدگی به این موضوع شد.